دشمنی آخوند با ملائکه. دیگران هم نقل کردن. آقا این شروع کرد دست امیرالمؤمنین شستن. حضرت نگاه کردن آبی نیست. عرضه داشتن که یا رسول الله پس این آب کجاست؟ پیغمبر خدا فرمودن از بس ملائکه توی علی رو دوست دارن، به محض این که این آب از دست شما جاری می شود، ملائکه به عنوان استشفاء او رو می گیرن. وقت آقای وهابی میاد برای مسخره می کنه که شما چرا به عنوان استشفاء به ذریح اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین یا به نام و یاد اهل البیت یا میرید یک مجلس روزه برپا میکنید آقا شام میدهن، شما تبرک برمیدارید، مسخره میکنه. ملائکه آب وضو و آب دست امیرالمؤمنین به عنوان استشفا میبرن. این مقام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این آخوند برای توجیه بدعتها و خرافات خود دروغی میگوید که چند شاخ و دم دارد. او ادعا می کند که ملائکه آب دست علی رضی الله عنه را برای استشفا می گرفتند و می بردند. یعنی آن را برای شفای بیماری های خود استفاده می کردند. آیا این آخوند نمی داند که ملائکه اصلا مریض نمی شوند که نیازی به طلب درمان داشته باشند؟ الله متعال در وصف ملائکه می فرماید وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. وهرچه در آسمانها و زمین وجود دارد از برای الله است و ملائکه که در نزد وی هستند از پرستش او سرباز نمی زنند و خسته نمی شوند و شب و روز تسبیح می گویند و سستی نمی ورزند. ملائکه مخلوقاتی هستند که الله متعال آنان را از نور و برای پرستش خود آفریده است. ایشان از اوامر الهی نافرمانی نمی کنند و به وظایفی که از جانب الله به ایشان محول گردیده است پایبند هستند. آنها به آب و غذا نیاز ندارند و گرسنه و مریض نمی شوند. اما عجیبتر آن است که آخوند دیگری این فرشتگان معصوم از هر گونه خطا و اشتباه را به درگیری و اختلاف با یکدیگر متهم می کند. یه وقتی سلمان رجوع کرد به حضرت زهرا گفت که آمدم سراغ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، ایشون گفتن ایشون تشریف ندارن. گفتن که قبل از من از مسجد آمدن منزل، گفتن بهت میگم ایشون الان نیستن و ایشون در آسمان هستن و یه مشکلی بین ملائکه اتفاق افتاده. ملائکه اختصموا الالله حکم را علی بن ابی طالب قرار داده که علی در بین اختلاف ملائکه حکم کنه و علاج کنه مشکلشون. خب شخصی که خداوند او را برای حل مشکلات ملک آفریده برای مشکل من و شما مثلا ناتوان بمونه یا انجام نده، اینطوری نیست. این آخوند برای اینکه خرافات و بدعتها و توسلهای ناجایز خود و پیروانش را نسبت به امامان توجیه کند، فرشتگان معصوم الله متعال را زیر سوال می برد و آنها را به درگیری و اختلاف بین یکدیگر متهم می سازد. این آخوند گمان می کند که جمع فرشتگان آسمان به مانند جمع آخوندهای حوزه علمیه قم می باشند که هر روز با هم در اختلاف و درگیری هستند. الله متعال درباره فرشتگان می فرماید
همه جنبندگان آسمان ها و زمین و نیز فرشتگان برای الله سجده می کنند و فرشتگان سرکشی و تکبر نمی ورزند و از پروردگارشان که فراتر از آنان است می ترسند و هر فرمانی که می یابند انجام می دهند.